حسن، داریم ایشالا موفق باشی، ایشالا که پلای ترقی رو بالا بری. شالا موفق باشی. گریه نمی کنم. نه نباید گریه کنه، اصلا نباید گریه کنه. این لحظه های خوشحالی رو دیگه لذت ببر. آره عالیه، عالی عالی. انشالله موفق باشی دختر گلم، پرنسس خوشگل، سیندرلای مون. دشت من نگو بیزم بول من. ماشه سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز روز دومه، دیروز که اومدیم با ما هیچ کار نداشتم، فقط اومدیم وسایلا رو از در پشتی دادیم و وزنش کردیم و اینا. بعدش با همون تماس گرفت که فردا ساعت 8:45 صبح شما رو میبرم برای تست کرونا و حاضر باشین. همین دیگه، هیچ کار دیگه اینا نداشتم با همون. بعدش ما وقتمون آزاد بود، رفتیم استانبول گردی و اینا. امروز روز دومه، ساعت 8:40 ما منتظر 5 دقیقه بعد میاد ما رو میبره واسه تست کرونا و از در پشتی هم هستیم. اینم اعضای گروهمون که اینجا منتظره. من چشم چون بافت. یه چیز دیگه هم بگم که خب ما چون برای کرونا میریم دیگه ماسک بزن از این کارا کن. براتون حتما ویدیو میگیرم. خب ما رفتیم تست کرونامون هم دادیم. خیلی وحشتناک بود، یعنی نمیشد فیلم بگیرم. تموم شدیم، داریم برمیگردیم به هتل. الان هم دیگه کاری نداریم، امروز کاری نداریم، میتونیم بریم بگردیم. فردا میریم واسه میدیکال و چکاپ پزشکی. سلام بچه ها، امروز روز سومه و ما رو میبرن واسه میدیکال. ساعت 8:45 چند دقیقه بعد میاد دنبال ما. و اگه دیروز اگه تست کرونامون مثبت باشه از پرواز کنسل میشه، قرنطینش میکنن یک هفته یا فکر کنم یک هفته یا 10 روز. اونایی که تست کرونا دادن و نشده و اینا که انشالله بقیه مراحل میدیکال و بعدش هم آمادگی پرواز، انشالله که از ما اینطور نباشه.
آقا ما مدیکالمون رو رفتیم داخل، به نوبت بودیم، نوبت من که شد خانومه ازم سوالات پزشکی کرد که مرضی خاصی داری، آلرژی خاصی داری، بعد مدیکال بستری شدی، اتفاق خاصی از لحاظ سلامتی برات افتاد. من همه اینا رو گفتم نه 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 خدا رو شد. بعدش از اونجا تموم شدیم رفتم پیش دکتر. دکترم با از اون چیزا اومد مثلا نفسم رو یه تست کرد همین. بعدش سال دیگه نکرد، فقط گفت که تو پرواز سال پزشکی از لحاظ سلامتی داری. گفتم نه، تموم شد و رفت همینقدر. و بعد من از مترجمه پرسیدم که ما دیروز واسه تست کرونا رفتیم، یعنی جواب به ما ندادن. گفت عزیزم تا تو میدیکال اومدی یعنی که مشکل نداری، اگه جواب تست کرونا مثبت بود تو الان اینجا نبودی، تو الان قرنطینه بودی. و خیلی خوشحال شدم همین دیگه. سلام مجدد بچه ها. 6 ساعت بعد از مدیکال از بخش IOM با هم تماس گرفتن و گفتن که فردا 6:45 صبح جای همون در پشتی منتظر باش، از ترانسلیشن همون سرویسی که ما رو میبره میدان هوایی میاد دنبالمون. و اینکه بعد از اون ما پرواز داریم ولی کله صبح ما رو میبره. حالا شاید چه میدونم چون گروهی داریم میریم طول بکشه، خلاصه ما رو حاضر میکنه و اینا. و 100% اونجا هم خیلی معطل میشیم و منتظر میمونیم. اما نیسه باشه. یه چیز دیگر هم بگم. خب دیروز که ما رفته بودیم واسه تست کرونا، اولش این که هممون افغانی بودیم، خب نه ایرانی بود نه سوری بود نه سومایی چی، نه هممون افغانی بودیم، تاجیک، هزاره، پشتون، ازبک نبود. 3 خانواده افغانی بود، 3 خانواده بودن که دختر و پسر و بچه اینا داشت و بقیشون مجردی بود که منم جز مجردا حساب میشم. امروز که رفتیم واسه میدیکال من هیچ کدوم از اون خانواده رو ندیدم. باورت میشه؟ هیچ کدومشون ندیدم. یعنی پشت همون در پشتی که منتظر سرویس بودم میگفتم خدا این خانواده چرا نمیان؟ یا که با خودم میگفتم شاید تایمش با من فرق میکنه، مثلا منو که این تایم خواسته اونا رو یه تایم دیگه خواسته. بعد وقتی که رفتم واسه میدیکالینا خبر شدم که این خانواده تست کروناشون مثبت شده. و خیلی ناراحت شدم یعنی. ولی یه چیز دیگه هم هست. خب از یکی شنیدم، از یه آدمی که تو همین جا الان تو قرنطینه هم هست، تو همین هتله، اون به من گفت که این تست مثبت کردن کرونا رو از قصد میکنه دولت ترکیه. خب این کارو میکنه تا دولت، تا مسافرا بیشتر تو هتل بمونه که پول بیشتر از IOM بگیره. خب هر چقدر اینجا بمونه IOM پولشو میده دیگه. برای همین تستشون رو مثبت میکنن که این هتل درآمدزایی کنه. یعنی همچین حرفی رو زد، گفت آخه ما که مثلا تو شهر خودمون رفتیم تست کردیم مثبت نبود و الان هم هیچ مریضی، هیچ سلفه‌ای، هیچ سرماخوردگی، هیچی نداریم یهو مثلا میاد تست کرونا مثبت. من یه جورایی باور کردم. خب یه جورایی باور کردم. آخه کرونا اونقدر مثلا زیاد نیست، ولی اینجا هر کسی که میاد خصوصا اگه خانواده باشه تلقی از مثلا 10 تا 8 تاشو 7 تاشو کرونا دلجی میکنه. یه جورایی من باور کردم ولی خدا کنه دروغ باشه. بعد منم که مثلا واسه تست کرونا و مدیکال کلن از وقت استانبول اومدم چه میدونم کلونیا گرفتم، دم به دقیقه میزدم به دستم و اینا، که خدای نخواسته در این موقع رفتن من کرونا نگیرم که از پرواز بمانم. یعنی باورتون نشه موقعی که کرونا خیلی شدید بود من اصلا از اینا نداشتم.
فوقش مثلا ماسک میزدم که اون اجباری بود، فوقش مثلا مارکت چیزی میرفتم اگه خودش کلونیا جای درش میداشت میکردم، یعنی نمی بود اصلا نداشتم دیگه. من خودم اصلا کلونیا تو کیفم نداشتم و الان که اومدم استانبول از اینا خریدم، ای به خودم میرسیدم که این دم رفتن مرا کرونا نگیرم. بچه ها از شوخی گذاشته، من صورتم کامل تمیز شستشو درجی کردم، آرشها رو پاک کردم، اینال شما چهره واقعی منو میبینین، با قول داداشم الان هر کی تو رو ببینه میترسه. چمدونا رو به این صورت میذارن مال من. این صبحانه ما سلام مجدد بچه ها، ما رسیدیم میدان هوایی، کارکنای کارمندای آی او ام ما را راهنمایی کردن به سرویس و اینا، بعد تا اینجا هم رسوندن تا میدان هوایی. بعد خانم به ما گفت که من تا میدان هوایی رو باهاتون میام، بعد میدان هوایی که وسایلاتون میذارین و از چی میگن تلاشی اینا میکنم، بعد اون دیگه کارمندای چیزن آی او ام که شما رو تا چی میگن تا خود هواپیما هم همراهی میکنن و کمک میکنن. خیلی خوبه، اینجا بهتون نشون بدم کارمندا رو. اینجا هم که اومدیم تلاشی شدیم و اینا. این قسمت وزن میکنه چمدونا رو که اگه بیشتر از 23 کیلو بود باید بکشی و بندازی. سلام مجدد، همون جایی که چمدونا رو وزن میکردن فیلم گرفتن واسهتون، همونجا کیملیک بون ازمون میگیرن و برگ چیکیشمون ازمون میگیرن، یعنی کیملیک منو گرفت و یه پلاستیک هم بهمون میدن که آی او ام روش نوشته، بعد به همه میداد دیگه. بعد توی همون پلاستیکا ویزای کانادا مونه دیگه، همین معاینات پزشکی مدیکالمون که رفته بودیم، کارت واکسن کرونا و یه سری کاغذ های دیگه هم هست که مربوط به کاناداست. وقتی رسیدیم تورنتو اونجا مثلا نگاه میکنن ازمون میگیرن، نمیدونم چی به چیه. و یه پلاستیک دیگه هم بود که توش اسپری کلونیا بود، ماسک بود، یعنی چیزمیزای کرونا هم بود. از اونجا که تموم شدیم دیگه یک و نیم ساعت منتظر بودیم، بعدش اومدیم که چمدونا رو تحویل بدیم. عرضم خدمت شما که من اضافه بار داشتم، در حالی که قبلش پرسیده بودم که من یک کلی پوشی هم میتونم ببرم، لپتاپ اینام هست، گفت آره میتونی، ولی اینجا که اومدم یه سری از دوستان که این کار رو کردن واسهش مشکل پیش نیومد، ولی شانسیه دیگه واسه من مشکل پیش اومد. بعد یکی از همگروهی هم یه پسر مجرده که وسایل هیچ نداشت، یه چمدون داشت و کلی پوشی اینا هیچ نداشت، گفت نگران نباش اونو من ازت میگیرم، دستش درد نکنه. ولی خب تا تورنتو با من هست، بعد تورنتو اون میره یه شهر دیگه، منم که ونکوور میرم ببینم در ونکوور میکل پشت خورده کی بدم، انشالله که مشکلی پیش نیاد.
اونجا هم دیگه غول آخره. چمدونا رو اینجا تحویل میدیم و خب اگه پاسپورت داشته باشیم اینجا پاسپورت رو چک میکنن، ولی ما نداریم. از طرف سازمان ملل IOM یه کاغذی یعنی داریم که اون مهمه، از طرف دولت کانادا مشخصاتمون رو زده، اینجا چک میکنن و اینا. الان ما که از وسایلامون رو دادیم اینا، الان اینجا منتظریم. بلیتمون هم همونجا داد، ویزامون رو نگاه کرد، الان اینجا منتظریم تا گروهمون تکمیل بشه. گروهمون هنوز مونده اینا، 35 نفریم، یه خانواده سوری هم هست و یه سری خانواده هایی هستن که من اصلا پرسیدم ازشون چرا من شما رو تو میدی کالو کرون تست کرونا اینا نیده. گفت آخه ما 20 روزه که تو این هتلیم و کرونا اون مثبت شده بود و قرنطینه اینا بودیم 2 هفته اینا، و به شانسشون با پرواز ما یکی شده. بچه‌ها یه چیز مهم رو یعنی بگم، ما این قسمت تلاشی آخره که بعدش دیده نمیشه، یعنی چیز دیگه هواپیما سوار هواپیما میشیم. بعد من یهو یادم اومد که یه سری از دوستان گفته بودن که بخش IOM میاد یه کاغذی رو بهت میده که تو ممنوع ورودی و ممنوع ورودی تو امضا میکنی، 1 سال 2 سال 3 سال بعضیا 6 ماه اینا. بعد من یهو یادم اومد، بعد پرسیدم از بقیه این قضیه رو. خیلی ها نبودن ولی یه 2 نفر رو دیدم که میگفت که همون یه قسمت IOM اومد برامون یه کاغذی رو داد و گفت که شما مثلا 2 سال ممنوع ورود اینو امضا کنید. اینا امضا کردن ولی به من همچین کاغذی همچین امضایی اینا ازم نگرفت و یعنی که من ممنوع ورود نیستم. خیلی خوشحال شدم، آخه همش نگران بودم که خدا میدونه من چند سال ممنوع ورود بشم، شاید لازم نباشه اومدنم به ترکیه اینجور که بوش میاد، ولی بازم خلاص ممنوع ورود نیستم. صفحه آخری خیلی طول کشید، یعنی دقیقا 1.5 ساعت شاید هم 2 ساعت ما تو صف بودیم و بالاخره تو هواپیما نشست و اونایی که معمولا از طریق سازمان از طریق IOM اینا میرن همه وسط هواپیما، بقیه کنار پنجره.